یک در واقع ما وقتی که موفق نمیشیم میخوایم یه چیزی پیدا بکنیم که توسط اون موفق بشیم. مثلا جامعه مدنی بیاد ما رو نجات بده، این یک ایده بسیار غلطیه. جامعه مدنی باید خودش رو نجات بده، یعنی اون تشکل کارگران باید از حقوق صنفی خودش دفاع کنه، زنان باید از حقوق صنفی و خواستهای خودشون دفاع کنن، جوانان به همین صورت، کشاورزان به همین صورت. این دوتا رو از هم تفکیک بکنیم. همه این اقشار وقتی که میرن دنبال منافع خودشون، نه اینکه مثلا مثل تودوار برن دنبال خمینی یا هر فرد گروه دیگری، بلکه برن دنبال منافع صنفی گروه خودشون، یک نیروی در جامعه ایجاد میشه که اون نیرو میتونه برای دموکراسی سازی جامعه مفید باشه، ولی نه به عنوان نیرویی که بخواد سیاست کشور رو قدرت در کشور تعیین کنه. ببینید مثلا در مسائل علمی اینجوری هستش که یه چیزی که اگه در یه جای نقص بشه نقص شده در جای دیگه، این ثابت بشه. این هندوستانه با 90% بیسواد بدون یک جامعه قدرتمند مدنی، یک جریان با هدف با برنامه با سیاست روشن اومد قدرت رو گرفت و دموکراسی برقرار کرد. نه به صدا کاری که خودمون از عهده بر نیومدیم بذاریم گردن دیگران. به همین جهت است که مهمه اون دوستانی که اومدن مطرح کردن صدای واحد جمهوری خواهی، جمع شدن جمهوری خواهان، اتحاد همدرایی نیروهای جمهوری خواه به عنوان یک نیروی، نه اینکه بیاد قدرت بگیره. دوستان ما همش توجه می‌کنیم که بریم قدرت بگیریم کاری بکنیم، به عنوان یک نیروی قدرتمندی که تاثیرگذار باشه. این نیروی قدرتمند میتونه تاثیرگذار باشه بر اصلاح طلبان، میتونه تاثیرگذار باشه بر مشروطه خواهان، بر اصولگراها، بر به عنوان یک نیروی که خودش هست، از خودش بتونه به صلاح سیاست سازی بکنه، گفتمان سازی بکنه. این نیرو وجود داره، فقط باید متشکل بشه، فقط باید همکاری به دون نیروهای متشکلی که وجود دارن ایجاد بشه. مسئولیت خودمون رو نندازیم به گردن دیگران. ما نگیم که تقصیر نمیدونم اصولگرا هاست، ما نگیم فقط تقصیر سرکوبه، ما نگیم تقصیر نمیدونم مشروطه خواهانه یا نمیدونم مجاهدینه، بلکه بیاییم ما به عنوان یک نیرو متحد بشیم، متشکل بشیم. خیلی ممنون. خب سوالات زیادی شد، به قول یکی از دوستان که اینجا مطرح کرد چند تا بحث هم اومد که با بحث همگرای الزاماً تقاطع پیدا نمی‌کرد. ببخشید. اما خب به نظر من بحث مهمی بود و باید بهش پرداخت. در رابطه با تمامیت ارضی دوستمون گفتن، من فقط بهش اضافه میکنم که حتی احزاب بزرگ کردی ایران هم هیچگاه خواهان جدایی منطقی و جغرافیایی نبودن و خواستایی که اونا در رابطه با حالا فدرالیسم یا خودمختاری یا غیره دارن ربطی به این مسئله نداره و شعارهاشون هم نشون میده که اونا در چارچوب ایران هست که میخوان به خاطر کشی برسن. در رابطه با همگیرایی ما، دوستمون فرخ اشاره کرد به اینکه چرا ما از اونجایی که بودیم به اینجا رسیدیم، یه اشکالاتی تو کار بوده، باید اینا رو بررسی کنیم. طبعاً دلایل بسیار زیادی داشته، الان هم شاید فرصت نباشه که ما بخوایم بهش برسیم، شاید هم اصلا زیاد روی این مسئله کار به اصطلاح جامعی نکردیم که امروز بتونیم نتیجه رو اینجا ارائه بدیم. ولی به نظر من یک چیز مهمی که تجربه‌ام نشون داد اینه که شما وقتی که میخواید برید بشینید چند سازمان چند گروه با هم گفتگو کنید، خیلی مهمه اون هیئتی که برای گفتگو میگیره و برای اینکه بحثا رو پیش ببره چه مناسباتی با هم داره، و اگر که افرادی تو اون هیئت باشن که نسبت به هم سلایقشون یا مواضعشون خیلی ضد هم باشه، قطعا اون هیئت هم به نتیجه نخواهد رسید.
بنابراین شاید ما باید در آینده به این مسئله هم دقت کنیم. وقتی هیئتی برای نمایندگی جریان ها انتخاب میکنیم، حتما کسانی باشن که در واقع رو به آینده نگاه کنن، هدفشون در هر صورت این اتحاد باشه و اختلافات شخصی گذشتهشون رو مونده نکنن. این به نظر من یک امریه که باید بهش توجه داریم. در رابطه با صحبتی که دوستمون خانم ریحانه در رابطه با حجاب گفتن، البته دوستان دیگه هم پروین و عفت یه مقدار این موضوع رو باز کردم، ولی من میخوام از یه جنبه دیگه بگم، چون همه دوستان اشاره کردن که جامعه مدنی چقدر قویه. اتفاقا درسته که ما خیلی ناراحتیم از اینکه یه عده زندانی میشن، هر روز سرکوب میشن، توی زندان ها هستن، ولی اون طرف قضیه هم اینه که اگر اینقدر زندانی کردن و سرکوب و به اصطلاح بازداشت وجود داره، یعنی مبارزه هم خیلی قوی و وسیع هست که این همش رو یه بخششون در واقع دستگیر میشن. بنابراین این رو به قول معروف باید جنبه مثبت شدیم و من خیلی خوشحالم که جامعه مدنی تو ایران اینقدر پیشرفت کرده. اون جامعه شناسی که گفتن یه همچین چیزی رو بیرون داده، منم خوندم، ولی حقیقتش من باورم نشد، یعنی نمیتونم با اون نتیجه که ایشون گرفتن همخوان باشم. و این رو هم میتونیم، محققان هم هر چیزی که میگن الزاماً درست نیست. شما میتونید نتیجه و فاکت ها رو به دو تا محقق بدید، هر کدوم ازش یک چیزی رو بیرون بکشید. این فقط در ایران هم نیست، در تمام خارج از کشور اروپا و اینا هست. برای همین وقتی که فاکت های یا نتیجه تحقیقی میاد بیرون، باید چند تا نتیجه رو کنار هم بذارید تا بتونید بگید آیا این نتیجه درسته یا نه. بنابراین اون چیزی که به نظر من شما در 40 سال پیش نداشتید، مثلا این بود که مسئله محیط زیست، مسئله حمایت از حیوانات اینقدر توی جامعه به عنوان مسئله مهم مطرح نبود. مسئله زنان هم این مسئله مهمیه. رئیس جمهور دوست ما عفت پرسیدن چرا در سازمان سیاسی و از جمله در این جلسه تعداد زنان کمه که از اول بیشتر بود. درسته، این یک مشکلیه که ما داریم. ما هنوز نتونستیم اون رابطه رو با جامعه همون، با جامعه زنان برقرار کنیم که بتونیم در واقع پشتیبانی و حضور اونها رو تأمین کنیم. ولی من فکر میکنم اتفاقا مسئله مثل مسئله حجاب و اینکه ما به عنوان اتحاد جمهوری خواهان یا به عنوان حزب چپ اون رو به یک مسئله سیاسی تبدیل میکنیم، اینه که مسئله حجاب یک سمبل و نمادی از تبعیضه، یک سمبل و نمادی از مردسالاریه. و ما تا زمانی که با مردسالاری رو در رو نجنگیم، با آزادی های یواشکی نمیشه اونو کنار گذاشت. حتی چش اگر اجازه بدید یه جمله رو اضافه کنم، ما باید دنبال راه‌های قانونی باشیم که حقوق برابر زن و مرد رو در قانون ما نهادینه کنن که هیچ مردی به خودش اجازه نده در چارچوب خونش هم حتی به زنش زور بگیم. به اینجا نگر میدارم که مشکلی پیش نیاد. من اول میخواستم از دوستان جوانمون خواهش بکنم که از نسل ما چیزای خوبمون یاد بگیرن، از جمله اینکه زنده باد مخالف من، و اگر نظر کسی رو قبول نداریم از اینجا به نیویورک تو این نفرست. نکته بعدی مطلب برای پیمان عارف در مورد تمامیت ارضی دوستان صحبت کردن. من فقط پیشنهادم اینه که ما یک سری ترم ها رو که از دوران جنگ سرد مونده و اسباب درد سر میشه در از ادبیات سیاسی بون حذف کنیم، از جمله ترم تمامیت ارضی رو، از جمله ترم حق تعیین سرنوشت رو. اینها سوء تفاهم برانگیزن. به محض اینکه میگی اون یه فکر میکنه سرکوب اومده تحت نام تمامیت ارضی، اینی که فکر میکنه جدایی طلبی اومده برای تحت عنوان حق تعیین سرنوشت اینا. من پیشنهاد میکنم ترمای حقوقی جایگزین بشه، میان احزاب سراسری و احزاب محلی قراردادهایی نوشته بشه که یک، مرزهای کشور اینا تغییر ناپذیر هست، میمونه اینا باید همه امضا کنن. دوم، مرزهای داخل مادامی که استقلال دموکراسی در ایران تثبیت نشده دست نمیخوره و دنبال اینکه ما کردستان بزرگ درست کنیم و خون و خونریزی میون آذربایجان و کردستان داستان را بندازیم، باید همین الان نیروهای سیاسی محلی امضا بکنن که همچین اتفاقی نخواهد افتاد. سوم، ما احتیاج به ارتش واحد، مرزبانی واحد، اقتصاد واحد، پول واحد، زبان واحد و سیاست خارجی واحد داریم. اینها باید تصویب بشه در برنامه همه احزاب محلی و سراسری. باقی مسائل
تحت سیطره اندیشه توسعه پایدار روش تصمیم گیری میشه که چه مقدار عدم تمرکز در کجا لازم است، چه مقدار تبعیض مثبت به سود مناطق محروم لازم است. و به این ترتیب ما میتونیم قرارداد حقوقی میان احزاب سراسری و محلی ببندیم که بتواند یک همکاری پایدار رو تامین کنه. در مورد سوالاتی که از من شد، ترکیب هیئت مورد قابل قبول برای همگان که جبهه ملی ایران پیشنهاد کرد، از نظر من روشن هست. همگان یعنی همه باشندگان ایران. بنابراین شما نمیتونید هیچ جریانی رو حذف کنید. شما باید یک هیئتی از معتمدین مردم میتواند، یکی از دوستان گفت طبیعی است که روحانیت باید درش باشه، طبیعی است که بازار باید درش باشه، طبیعی است که جامعه زنان باید نمایندگی داشته باشه، جامعه دانشجویان، دانشگاهیان و غیره و غیره. یک چنین هیئتی که بتواند واقعا مورد قبول مردم قرار بگیره. برای اگر کسی بخواد الان بگه آقا اصولگرا نباید باشه، هیئت مورد قبول همگان نخواهد بود. قصد ما گذار حذفی نیست. ما باید تلاش بکنیم بگیم آقا بیایید رو باسکول وزن‌کشی بکنیم، آینده متعلق به همه ماست. هم اصولگرا باید حق حیات و حق حیات سیاسی داشته باشه، هم سکولار دموکرات، هم چپ، هم حزب مناطق ملی. هر کسی به اندازه رأیی که مردم بهش دادن در سیاست کشور حضور خواهد داشت. این نگرش رقابتی است که در طرح جبهه ملی هست. من اونجا پرزنته کردم به عنوان قطعنامه که ما بتونیم بریم زیر. مطلب دیگری که مسعود فتی عزیز گفتن، ببینید اینجوری نیست مسعود جان. ما وقتی زیر وزنه 50 کیلو میمونیم، شما درخواست وزنه 100 کیلو نکن. ما سر یک تک موضوعی نمیتونیم به تفاهم برسیم. شما میای میگید نه تک موضوعی بعد به سیتی کیسیلا بذارید، ببینید که تک موضوعی هم نیست. انتخابات آزادی که اینجا مطرحه مقدمات داره. مقدماتش آزادی زندانیان سیاسی است، مقدماتش خشونت زدایی از صحنه سیاست کشور است، مقدماتش آزادی فعالیت احزاب است. اینا همش یه پروژه است، یه پاکته. انتخابات آزاد که از آسمون نازل نمیشه به کشور که تمام مقدمات باید فراهم بشه. بنابراین همبستگی جمهوری خواهان حول شعار انتخابات آزاد و ایجاد شورای متحد برای انتخابات آزاد به نظر من تنها بدیلیه که به همه این سوالات پاسخ میده و به اون سوالی هم که آقای نگهدار گفتن پاسخ میده. یعنی هر نیروی سیاسی با پیشینه خودش میاد و لزومی نداره کارهای مستقل اون اینجا تحت شعاع قرار بگیره یا اینکه اینجا اثر بگذاره. حزب چپ کار خودش رو خواهد کرد. در موضوع انتخابات آزاد ما پولامون می‌ریزیم رو همین شرکت جدید درست می‌کنیم بدون اینکه شرکت‌های قبلیمون رو تعطیل کنیم. اونا کار خودشون رو خواهند کرد. ولی این شرکت بزرگ یک نامه. همونطور که شورای مدیریت بزرگ سعی می‌کنه نام بشه، ما بدون نام نمی‌تونیم. الان شما این چهارمضا بگذارید، این چهارمضا هویت ایجاد نمی‌کنه. ما نیاز به یک هویتی داریم که مهدی فتحی رو اسمش درست گفت، صدای واحد جمهوری خواهی. این صدای واحد باید در یک کلمه، در یک نام که کوبیده بشه تو جامعه که این نیرو صلاحیت داره. خب ما الان قصد هیچ بالا پایین کردن نداریم، نه که قصد نمیتونیم چون توانش رو نداریم، بنابراین درخواست این وزنه رو نمی کنیم. ولی ما تدارک میکنیم، ما سرمایه اجتماعی ایجاد میکنیم، سرمایه موجود رو گسترش میدیم. متشکرم. دوستان همونجوری که قبلا هم اشاره کردم، اختلافات اگه شما نگاه کنین بعد از انقلاب بین گروه‌های سیاسی، حتی کسانی که خارج کشور بودن، بسیار بسیار گسترده بود و زیاد بود. و الان در شرایطی هستیم که می‌بینیم که خب در خیلی از زمینه‌ها اتفاق نظر وجود داره، در مورد دموکراسی، در مورد چه نظامی باید آینده کشور باشه و غیره. البته هنوز یک سری نکات هست و این تصور که همین به اصطلاح یه زمانی میرسه که همه گروه ها همون چیزها رو میگن، نه درسته، نه طبیعیه، نه مورد خاص ماست. ما میخواییم که یه جامعه‌ای داشته باشیم که افکار مختلف توش وجود داشته باشه که گروه های مختلف جامعه رو نمایندگی کنن. در مورد تمامیت ارضی اونجوری که ما صحبت کردیم، برای مثال همه با محتوای تمامیت ارضی موافقن،
منتها بعضی از گروه ها این لغت تمامیت ارضی رو نمیپسندن. به نظر من این درست نیست. واقعیت اینه که تمامیت ارضی یک مسئله، یک چیز حقوقیه و نمیشه نفیش کرد و این رو باید منتها صحبت کنیم و محتواس و پیشنهادات دیگه شده در این مورد. منتها فکر میکنم که ما باید وقتی میگیم که تمامیت ارضی چون به این اهمیته باید در این مورد توافق داشته باشیم، وگرنه ما اگر ایرانی نداشته باشیم که بتونیم چیز، اون وقت نمیتونیم براش دموکراسی و اینا هم بخوایم. دوم اینکه نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه، چند تا نکته دیگه هم هست، من واردش نمیشم، منتها بحثا همینجور ادامه داره. همونجوری که گفتم ما یک همکاری زنده داریم، یعنی بحث میکنیم و اختلاف نظر داریم، منتها جایی هم که میتونیم همکاری کنیم. مسئله بعدی که خیلی خیلی مهمه به نظر من، مسئله انتخابات آینده است. در این انتخابات آینده من فکر میکنم که باید تمام گروه های سیاسی و باز منتظر باید نستیم که تو ایران داد بزنن اصولگران من اصلاح طلب تموم شد ماجرا، سعی کنیم از قبل خودمون پیشبینی کنیم. شرایط ایران الان طوریه که شما نمیتونی بیایی دوباره بگی من به انتخابات کاری ندارم و مردم هرچی میخوان خودشون رای بدن. و این رو باید واقعا ما حواس به اصطلاح گروه های سیاسی باشه. امیدوارم دوستان برخورد درستی به این داشته باشن. در مورد صحبت آقای محمودی در مورد هلند و بلژیک و انگلستان و اینها که اونها پادشاهی هستن، مسئله درسته، خیلی کشورها هنوز پادشاهی هستن، اما فراموش نکنید در اروپا 400 سال مبارزه شده علیه پادشاهان و قدرت اونها و دو تا پادشاه رو گردن زدن تا اینکه اینا نشستن سر جاشون و دیگه به این کارا کاری ندارن. وگرنه این سادگی نیست مسئله که بیان و از جریان بیزن. در مورد پیشنهاد جبهه ملی، اهمیتش در این دوستان و اون اینی که این پیشنهاد هم برای دوران قبل، اگر در دوران جمهوری اسلامی بتونه تحولات ایجاد بشه درسته، و هم برای دوران بعد از سقوط جمهوری یا فروپاشی جمهوری اسلامی. یعنی این جریان یک پیشنهادیه که در تمام دوران میشه این رو، یعنی باید اول آزادی زندانیان سیاسی، بعد آزادی مطبوعات و غیره. یعنی این خیلی از اشتباهات و جریان‌های دیگر رو جلوش رو میگیره. این اهمیتش به نظر من در اینه و برای همه موارد. نکته آخری که میخوام بگم در مورد نهادهای مدنی اصولاً چی میگن؟ مطالبه‌گران. باید مطالبه‌گر باشن. ما از اونا پشتیبانی میکنیم به خاطر مطالبه گریشون و سعی هم نباید ما بکنیم اونا رو سیاسی کنیم، کاملا درسته، منتها خودمون نمیتونیم مطالبه گر باشیم. خودمون باید حرفای سیاسی بزنیم و راه حل‌های سیاسی ارائه بدیم برای جامعه و غیره. خیلی متشکرم. در مورد رابطه داخل و خارج ببینید با این شرایط جدید داخل خارج تاثیر اتمسفری داره، چون هزینه هنوز داخل برای خارج اون هزینه رو نمیخواد بده. فتاپور میگه ما با یک صدا بکنیم، من میگم این یک صدا بشود خارج داخل اثر نداشته باشه، خب یک صدا چه فایده‌ای داره؟ شما که حزب آلمان نیستید که. ببین این تاثیر باید مادی باشه، تأثیر باید عینی باشه، این هنوز نیست، خوب شده ولی نیست. دو ببین روشن فکرها، من مشکل خودم هم این مشکل روشن فکری دارم، من تجربه دارم میگم، روشن فکر تشخیص میده و اجتهاد میکنه، اعلام میکنه، هیچ تصمیم میگیره. من آقای خاتمی روشن فکرتر تا سیاست مدار ترمینام، همون عشقش به اون کتاب شهر دنیا دنیا شهرشه، یه عشقی هم به جمهوری اسلامی داره. ما سیاست مدار میخوام روشن فکرم باشه. روشنفکر ما رومن رولان تو حزب کمونیست نمی گنجه، یه جا خلاصه میزنه بیرون، ولی موریش تروز رهبر حزب کمونیسته، به تصمیم عمل میکنه.
ما آره ما اینا نداشتیم تو ایران و تو زندان. خب با چپ چپ راست درست ما بودیم. خودم هم همین قبلیش خودمونم جدا نمیکنم، خودم هم جدا نمیکنم. ما اینا میدیدیم این من روشن فکر خیلی گنده تر از حزبه، واقعیتیه. حالا آموزش پرورش هر چی است این بحران ایجاد میکنه. انشعاب ها تو جنگ عقیده بود تو احزاب چپ، بعد روشن فکر اتفاقا ایدئولوژیکه. شبید الان همه ضد ایدئولوژیکن، ولی تو انتخابات شرکت کردی خائنی، شرکت نکردی خائنی. ادبیات هنوز خیانته. ببین شما یه حزب سیاسی اشتباه میکنه، عقب میشینه، جدا میره، ولی اگه من یه رأی دادم به خاتمی خیانت کردم، خیانت کردم. اگرم ندادم اون یکی میگه تو خیانت کردی. ببین ایدئولوژی ها که ظاهرا از بین رفته، ولی ادبیات کاملا مرگ زنده باد مرده باده. این یه مشکله. ببین من دارم درباره جامعه ایران حرف میزنم. مسئله سوم، ببینید ما رفتیم اصلاح انقلاب حکومت عوض کنیم، خب جمهوری اسلامی اومد. خب با توصیه آقای بشیریه اصلاح طلبی نهضت آزادی با اصلاح طلبی جبهه مشارکت فرق داشت. با توصیه آقای بشیریه و تئوری آقای حجاری و نظرات و چیز آقای خاتمی هم ما رفتیم دنبالش، اومدیم اصلاح کنیم، نذاشت آقای خامنه ای، قفل کرد. خب این خاورمیانه نه میشه بیاندازی بدتر میشه. خب اصلاح هم که کنیم نمیشه به لحاظ چیزی دیگه. حالا میگم ما یه تیمی میخوام بیاریم، اگه تو لیگ برتر نیست فردا را نمیدونم. البته میگم رضا پهلوی، امثال رضا شاهزاده، رضا پهلوی زاپاسن، چون آلترناتیو نیستن. من میگم هر حکومتی که بیاد، این احزابی که واقعا دموکراسی خواهند و جمهوری خواهند، باید تکیه‌گاه مادی داشته باشن. اینجا باید برای جامعه مدنی ایثار کنن، یعنی کمکش کنن، توقع نداشته باشن. ولی این جامعه مدنی خود به خود جمهوری خواه میشه، خود به خاطر اینکه تنوع توش هست. جمهوری خواه به مفهوم دموکراسی خواه. ببین این یه نوع، اینم یه آزمون خطا، شاید اشتباه کنیم. ببینید ما رفتیم اصلاحات جواب نه، اینکه هیچ جواب نگرفتیم، گفتیم دهنا باد شده، ولی به اون که می‌خواستیم نرسیدیم. که حکومت هم که جمهوری اسلامی اومد شد ولایت فقیه. ببین ما هم تو مشروطه شد سلطنت، هم تو جمهوری شد ولایت فقیه. خب همه هم زدن دیگه. من میخوام بگم حالا شما به یک وجود مادی چیز کنید. دوستان ها میان حزب میگوید مگه ما یه جامعه نرمال غربی هستیم که صنفا هستن، احزاب هم هستن، هر کی کار خودشو میکنه؟ مال ما باید تجربه‌ای داشته باشیم. شما ببین همین تو الجزایر ارتش نفس همه رو میگیره، بهار عربی تو مصر خفه میشه، جنبش سبز رو سرکوبش کردن. این مسئله اگه بهش اینطوری نگاه بکنی، خب ما باید بریم یه سری تجربیات خودمون هم بکنیم، امکان داره خطام بکنیم. این مسئله نیست. این که من میگم جامعه مدنی واقعا، نه که واقعا من میگم احزاب که نرم بخوابن که، ولی حزب این نگاه داشته باشه، نه نگاه کلاسیک به جامعه مدنی نداشته باشه. من میگم بار از جامعه مدنی بردار، نه بار بذار روش. میشه این کار، یه جوابم میده وقتی اون قدرت داشته باشه. اون موقع اون ایده، اگه خود تو هم نباشی ایده تو جا میفته، چون جامعه متکثر دیگه نمیتواند به یک نفر اون ولی فقیهش کنه یا شاهش کنه یا رهبر مطلقش کنه. میبینیم ببین این مشکل باید حل کرد. امکانم داره بریم یه جاها اشتباه کنیم، برگردیم، خطا کنیم. گفتم خلاص بریم یه تجربه. ببینید بردن ترجمه این چه که اونجا هست، اینجا اینا همه چیزا برای خودشون خوبه. من یه چیزی میگم تمام کنم. بعضی از این دوستای ما یه حکومت ماه چپ عدالت طلب دموکرات میخوان، حتی مثلا تو فرانسه ملانشن حقوق باز میدونن. من میگم کدام این آدمایی که شما قبول دارید تو غرب حاکمن؟ هیچ کدامشون. اونا 20% آرا. اگر ما هم دونستیم 20% آرا بشیم، 30% هم جامعه مدنی حرف بزنه، اون وقت میگیم نفس حکومت بگیریم یه مقدار دیگه. ما به این قانع نبودیم. ما میخوام اصل قضیه رو درست کنیم و اون یه چیز ناب درست کنیم. وقتی تو روشن فکرم خیلی نابگراست، حالا هر چقدرم بگه میری تو حرفاش که در میاره، خود ما هادی خواندیم دیگه. این نابگرای اشکال نداره، ولی روشنفکر بیرون وایسته به تاپوند که حزب به سمت یک ایده های کلی ببره، ولی وقت بیا تصمیم حزبی بگیره یهو میگه من بی رسیدم. نه حزب میخوابانه. من میخوام بگم این نابگرایی
یه مقدار به جامعه مدنی این نابگرایی خطرناکه. شما نگید ما نابگرا نیستیم، یه کمونیست مثلا چی، ما جامعه کمونیستی قبول نداریم، کمونیست هست ولی نه هم مذهبیش هم سکولارش تو ایران وقتی حرف میزنه نابگراست. من حاضرم نشان بدم تو خود ما هم هستیم. ما اگه 20% رأی مردم رو دانستیم بگیریم، اون موقع میدونیم نفس حکومت هم هر حکومتی باشه یه مقدار کنترلش کنیم. ولی این کاری است که با کمک جامعه مدنی میشه. ممنون. نیم ساعت استراحت می‌کنیم.